یونیسف اعلام کرد که تجهیزات پزشکی برای مقابله با وبا وارد یمن شده است در حالی که محاصره یمن توسط عربستان سعودی سبب کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی در این کشور شده صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف طی بیانیه ای از انتقال دهاتون کمک های پزشکی برای مقابله با بیماری مصری وبا به این کشور خبر داد در بیانیه یونیسف آمده است که بیش از 36 تن کمک ویژه و تجهیزات پزشکی برای مقابله با بیماری مصری وبا که به شکلی گسترده در یمن شیوع یافته از طریق هوایی وارد این کشور شده است شیرن فارقی نماینده یونیسف در یمن در این باره گفت ما باید زمان را بخریم تیم سازمان یونیسف با همکاری سایر نهادهای زیراب تلاش می کنند، زمینه ریشه‌کنی بیماری مصری وبارا فراهم کنند و ضمن بالا بردن سطح آگاهی مردم برای پیشگیری از این بیماری در حد توان خود کمکهای غذایی و پزشکی را برای مردم یمن تأمین کنند به گفته فاروقی چند محموله دیگر حاوی لوازم اساسی نیز طی روزهای آتی به یمن می رسد، در خبری دیگر سازمان بهداشت جهانی سازمان ملل متحد نیز طی بیانیه‌ای با یادآوری اینکه روزانه 5000 نفر به شمار مبتلایان به بیماری وبا در یمن افزوده میشوند گسترش این بیماری را در جهان بی سابقه دانست و اعلام کرد که همکنون دویس هزار نفر از مردم یمن به این بیماری مبتلا شدند. محاصره همه جانبه یمن از سوی عربستان سعودی و همپیمانان آن سبب کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی در این کشور شده که یکی از تازه ترین پیامدهای آن شیوع بیماری وباست. کارشناسان محدودیت دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم و ممانعت عربستان سعودی از ورود سوخت برای بکار افتادن دستگاه های مولد برق و سامانه های تصفیه آب را از دلایل اصلی شیوع وبا می داند. عربستان سعودی با تشکیل یک ائتلاف از نه کشور عربی و با همراهی آمریکا از دو سال و نیم قبل حملاتی همه جانبه را علیه یمن آغاز کرده تا دولت مصطفی و فراری عبدربه منصور حادی را به قدرت بازگرداند. در حملات روزانه این اطلاف تا کنون ده هزار یمنی به شهادت رسیده و یا مجروح شدند وزیر ساخت های این کشور تقریبا به صورت کامل از بین رفته است.